بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. آیات گذشته در حقیقت یک نوع محاکمه بین مؤمن و کافر بود. بالاخره در این محاکمه ها کافر محکوم شد و موحد شد، در حقیقت پیروز. بعد مستمع بگد خب کافر شد محکوم، موحد شد پیروز، نتیجه چه می شود؟ بیان نتیجه است. آیات قبلی را مطالعه کنید. آیات قبلی همه اش محاکمه بود، کافر چه گفت و ما هم چه رقم رد کردیم. اما بعد از محاکمه باید حکمی صادر شود. قاضی طرفین را دعوت بکند، کلمات این طرف سخنان اون طرف می شنود، بعدن رأی صادر میکند. که انه خلاق متعال سخنان طرفین را شنید، هم سخنان موحد را هم سخنان غیر موحد. سرنوشتشون در این دو آیه است. آیه اول سرنوشت کافرانه، در حقیقت حکم قاضیه. آیه دوم سرنوشت مؤمنان است. قاضی وقتی که حکم صادر میکرد، آیه اول درباره کافران، آیه دوم درباره مؤمنان. و یوم القیامتی، حالا که آقایان کافر محکوم شد، روز قیامت تر الذین کذبوا علی الله، میبینی کسانی که به خدا دروغ بستن، کذبو دروغ گفتن، کذبو نیست، کذبو تکذیب کردن، نه کذبو علی الله به زبان خدا دروغ بستن. یوم القیامه ترا، میبینی کسانی که بر خدا دروغ بستن، وجوههم مسوده، چهره های اونها سیاهه. مسوده غیر از مسوده هست. آقایانی که در دفتر می نویسن میگن دفتری داره مسوده و دفتری داره مبیزه، این غلطه. دفتر شما مسوده نیست، اون مسوده هست. مسوده و مبیزه، مسوده یعنی سیاه. بنابراین این که در میان طلاب معروف است که میگن مسوده چنین است و مبیزه چنین، مسوده غلطه. مسوده به معنای سیاهه، مسوده دفتری را میگن که در حقیقت مقدمه پاک نویسی. قرآن میفرماید وجوههم مسوده. این سیاهی غیر از سیاهی طبیعیه. آقایانی که چهره اونها چهره رنگینه، مالند افریقا، بهشون بر نخورد. این آیه ارتباطی به اونها نداره.
اون سیاهی سیاهی طبیعیه، طبیعتا بشری هست سفید، بشری هست سیاه، بشری هست در بین این دو وسط. قرآن اونها را نمیگد، قرآن میگد مسوده، سیاهی عارضی. چرا عارضیه؟ یا از غم و غصه آتش را میبیند، از غم و غصه چهره اش عرض کنم خدمتون که سیاهه، یا آفتاب یا آتشی که بلند شده و علاوه آتش چهره این آقا را سیاه میکند. کسانی که در کنار منقل باشند و در کنار آتش باشند چهره اونها سیاه میشود. و تر اللذین و تر اللذین کذبوا علی ربهم، بر خدا دروغ بستن، وجوههم نمیگد مسوده، میگه مسوده سیاه. سیاه طبیعی را نمیگد، سیاه طبیعی فرق نمی کند، لا فرق بین الاسود و الابیض. این سیاهی عارضی یا غم است و یا از آتش. قرآن می فرماید الیس فی جهنم مثوا للمتکبرین. خب باید سیاه بشود، چون اینها که بر خدا دروغ بستن، کبر ورزیدن، جایگاه متکبران دوزخ قهرن، باید چهره اینها سیاه بشه، یا از غم و غصه آینده و یا آتشی را که میبینن آتش بر صورت انسان اثر میگذاره. خب حالا سؤالی داریم، ببینیم کسی حد جواب بگد یا نه. من وعده‌ای که به اون آقا داده بودم دیروز عمل کردم. حالا این سؤالم داریم ولی جایزش را معین نمی کنیم. عرض کنم خدمتون که در کجای اینها به خدا دروغ بستن؟ در کجای قرآن داریم که مشرک ها به خدا دروغ بستن؟ که قرآن می فرمگد و یوم القیامه تر الذین کذبوا علی الله، در کجا به خدا دروغ بستن؟ آیا خاطرتون میاد یه جایی که بر خدا دروغ بستن؟ آیا کسی در اینجا هست که خبر بدهد؟ من یک آیه را میخونم. در این آیه به خدا دروغ بستن، سوره اعراف آیه 28. و اذا فعلوا فاحشه، هنگامی که کار بد میکنن، قالوا وجدنا علیها آباءنا، پدرانمون هم این عمل را می کردن، بالاتر والله امرنا بها، خدا به ما امر کرده است که این فاحشه را انجام دهیم. حالا فاحشه یا بت پرستی یا کار دیگر، این افترا نیست، والله امرنا بها. ولذا خدا فورا از خودش دفاع میکند، قل حبیبم ان الله لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون. صاف به خدا دروغ میگه. دیگه عرض کردم خدمتتون که مثل معروف است، میگن، من نمیدونم صحت دارد یا نه، شنیدم، نسبت نمیدهم، میگن جناب موسی از خدا خواست که کاری کند که مردم پشت سر من حرف نزنن. میگن، نمیدونم، نسبت نمیدهم، خطاب آمد موسی من این کار را برای خودم هم نکردم تا برای شما بکنم، مردم پشت سر من هم حرف میزنن همین. والله امرنا بها، صاف پر روئی باداتر از این. و ازا فعلو فاحشتن قادو انا وجدنا آباءنا انا وجدنا علیها آباءنا والله امرنا بها. بعد خدا از خودش دفاع میکند، قل ان الله لا یأمر بالفحشاء
اتقلون علی الله ما لا تعلمون. من بچه بودم، 10 سالم بود، 9 سالم، نمیدونم کمتر، از یه محله عبور میکردم، پارکی بود و چند نفر در اونجا مشغول قمار بودن، قمار ورق. یه مرد مؤمنی رفت پاسبان رو خبر کرد، آمد تشکیلات اینها رو به هم زد. من باش دادم گوش میکردم. پاسبان رفت و این دیدم این قماربازها پشتر اون مرد مؤمن بد میگن، میگن این مرد مؤمن قرآن نخونده، در قرآن نوشته است می بخور منبر بسوز و مردم آزاری مکن. کجای قرآن نوشته که می بخور منبر بسوز و مردم آزاری نکن؟ میخواست بگه کاری تو مردم آزاری است که ما را نذاشتید که امروز مثلا به یک نوایی برسیم. صاف روز روشن به خدا دروغ ببندد به قرآن. اولا قرآن عربی فارسی نیست و در قرآن هم چنین چیزی نداریم که می بخور منبر بسوز و مردم آزاری مکن. قرآن می‌فرماید اونهایی که دروغ بستن صورت اونها سیاه است، الیس فی جهنم مثوا للمتکبرین. من در اینجا یه روایتی را می‌خوانم، این روایت مهمه. آیا میگد کذبوا علی الله؟ امام می‌فرماید اگر بر پیغمبرم کسی دروغ بست همین حکم را داره، اگر بر امام دروغ بست همین حکم را داره. یعنی اینکه آیه می‌فرماید کذبوا علی الله، الله میزان نیست. هر کسی که از طرف خدا سخن بگوید، گاهی خدا مستقیما سخن میگوید، گاهی از زبان انبیا و اولیا. و شما دروغ میگید قال رسول الله و حال اینکه دروغه، این در واقع به خدا دروغ بستی. امام میفرماید حتی کسانی که بر زبان ما دروغ ببندن، بگن قال الصادق و قال الباقر و حال اینکه دروغ باشد، این به خدا دروغ بسته. چرا؟ در آخر روایت میفرماید، عرض کردم ملاحظه بفرمایید که میفرماید که فانما یکذب علی الله و علی رسوله لأنا اذا حدثنا، وقتی ما خبر میگیم لا نقول قال فلان و قال فلان و انما نقول قال الله و قال رسوله. امام صادق از لسان پیغمبر خبر میدهد، پیغمبرم از خدا، بنابراین کسانی که بر اهل بیت پیغمبر، خود پیغمبر دروغ ببندن محکوم همین آیه هستن. کذبوا علی الله وجوههم مسوده الیس فی جهنم مثوا للکافرین. حالا در این محاکمه حکم یک طرف صادر شد، کدام طرف؟ کافرها. در محکمه حاکم داریم، محکوم داریم، محکومون علیه داریم. اونهایی که محکومون علیهن حکمشون صادر شد، و اما اونهایی که حکم به نفع اونهاست، اون هم حکمش صادر شده. آیه دوم بخونید. و ینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم لا یمسهم السوء ولا هم یحزنون. اونها را میفرستن سراغ دوزخ، اما اینهایی که اتقوا از حرام تقوا داشتن، لا یمسهم السوء، نه چهره اینها سیاه میشود، نه عذاب دوزخ را میبینن، بلکه ولا هم یحزنون. آیات قبلی محاکمه بود، این آیات هم حکم محاکمه است، نتیجه محاکمه است. نتیجه محاکمه می شود اون طرف روسیا مسیرش دوزخ، این آدم روسفید مسیرش بهش. کار تمامه، محاکمه هم تمام شد،
حکم خدا هم صادر شد هم درباره کافر و هم درباره مؤمن. بعد قرآن می رود سراغ مطلب دیگر. چرا این مطلب را تعقیب می کند؟ ملاحظه بفرمایید این آیات: الله خالق کل شیء و هو على کل شیء وکیل. این آیات یعنی چه؟ کار که تمام شد، شما که محاکمه کردی، مسیر کافر روشن، سرنوشت مؤمن روشن، بار دیگر این مسئله چی؟ قرآن برمیگردد به هدف اول. اگر روز اول خاطرتون باشد، عرض کردم سوره زمر کارش توحید است، بعدن هم نبوت. محور بس نبوت و محور بس توحیده، اون هم توحید در تدبیر، حتی توحید در خالقیت خیلی مطرح نیست، چون در توحید در خالقیت اختلافی نیست، اختلاف در تدبیر. برگشت به همان حرف اول، وسط محاکمه کرد، حکم را صادر کرد، دو مرتبه برگشت به همان حرف اول که می فرماید الله خالق کل شیء، الله خالق کل شیء و هو على کل شیء وکیل. خدا خالق همه چیز است و هو على کل شیء وکیل. این یعنی چه؟ اولی به نظر من، فهم من، العلم عند الله، من نسبت به خدا نمیدهم، فهمم الله خالق کل شیء، این توحید در نبرا باز کن، توحید در خالقیت. دوم توحید در تدبیره، و هو على کل شیء وکیل، نماینده همه، مسئول همه خداست، و هو على کل شیء وکیل. این وکیل هر شیء است، آسمان ها و زمین را اداره کند، باران بفرستد، احیا کند، اماته کند مال خدا. برگشت به همان حرف اول، اولی توحید در خالقیت که چندان مطرح نیست، مهم همین دومی است، و هو على کل شیء وکیل، مسئول همه چیز خداست. وکیل یعنی مسئول، مسئول همه چیز خداست. بعد دلیلی بر این میارد، دلیل بر چه؟ على کل شیء وکیل، مسئول همه چیزه. دلیلش چیه؟ به چه دلیل؟ ما بعد لهو مقالید السماوات والارض. مقالید اگر جمع مقلاد باشد به معنی خزینه، اگر جمع دیگر باشد به معنی مفتاح. لهو مقالید السماوات والارض، یا کلید آسمان ها و زمین دست خداست، یا خزانه آسمان ها و زمین دست خداست. اگر بگیم خزانه آسمان ها و زمین دست خداست، نشان دلیل بر توحید در تدبیره. خزانه مطر، خزانه همه ارزاق در آسمان هاست، و فی السماء رزقکم و ما توعدون، و فی السماء رزقکم و ما توعدون. مقلاد به معنی خزانه، خزانه آسمان ها و زمین دست خداست، هر کس که خزانه دستش باشد یا کلید آسمان ها و زمین دستش باشد، قهرن مربی و مدیر او خواهد بود، نه ملک، نه عیسی، نه زید، نه امر، نه بک. لهو مقالید السماوات والارض، اگر جمع مقلاد باشد به معنای خزینه، و اگر جمع اقلید باشد به معنی کلیده. در هر حال میخواد بگد همه آسمان های زمین در کف منه، اون کس که در کف اوست قهرن مسئولم اوست.
ببینید آیات چقدر ارتباط داره. ما آیات را سرسری میخونیم، ارتباطش را درک نمی کنیم. الله خالق کل شیء، دو و هو على کل شیء وکیل، مسئول هر چیزی اوست، در دنیا مدبر اوست. و اگر هم بگد و مدبرات امرا، اونها در حقیقت سپاه خدا هستند. و لله جنود السماوات والارض. بعدن می فرماید دلیل بر این که وکیل همه چیز خداست، یا خزانه های آسمان دست اوست، روزی را او می فرستد، باران را او می فرستد، یا کلید آسمان ها و زمین دست اوست، کلید هستی دست اوست. آن کس که کلید هستی دست او باشد، مسئولم او خواهد بود. خزانه دار دولت مسئوله، آن کس که خزانه دار دولته مسئوله، به اصطلاح مردمه. خدا می فرماید یا خزانه آسمان ها و زمین در دست منه، و یا کلید آسمان ها و زمین دست منه. اما چه کنم، والذین کفروا بآیات الله اولئک هم الخاسرون، اونهایی که کفر ورزیدن اونها زیانکارن. چرا کفر ورزیدن؟ گفتن خدا خالق نیست؟ نه، گفتن خدا خالق هست، اما مدبر نیست، مدیر نیست. عالم شرک همه اش بر بگردد به این اداره. برید الان شما در ژاپن، ماشاءالله، بتخانه های فراوان، هر پدیده ای برای خود بتی دارد. برید الان در هند، موزه مذاهب. اگر از شما بپرسن هند کجاست، بگو موزه مذاهبه، تمام مذاهب در هند هست. الان ببینید اونجا چه خبره، همه و همه برمیگردد به شرک در تقدیر، شرک در تدبیر. خدا را کنار گذاشتن، مخلوقات خدا را مدبر. میفرماید والذین کفروا بآیات الله، قرآن را نپذیرفتن، یا این آیات الهی را نفهمیدن که مدبر یکیه، اولئک هم الخاسرون. قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون. از توحید در تقدیر عبور کرد، از توحید در تدبیر عبور کرد به توحید در عبادت. اول توحید در خالقیت، الله خالق کل شیء. بعدن توحید در تدبیر، و هو على کل شیء وکیل. بعدنم دلیلش که مدبر خداست. چرا؟ خزانه دار اوست، له مقالید السماوات والارض، والذین کفروا اولئک هم الخاسرون. آمد در توحید در عبادت. حالا که خالق اوست، مدبر اوست، باید او را عبادت کرد. چرا حبیبم را دعوت میکنند که غیر خدا را بپرستد؟ آمدن به پیغمبر گفتن که تو بت‌های ما را بپرست، ما هم خدای تو را میپرستیم. میگن این آیات نازل شد، میگن قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. افغیر الله، قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون. حالا که خالق خداست، مدبر هم اوست، ما باید به او را عبادت کنیم، نه بت‌ها را، نه مسیح را، نه عزیر را و نه بت‌های دیگر را. خدایا این پیغمبر اکرم که در میان 27 جنگ
55 گردان فرستاده در میان یهود و نصاران لجوج مشغول مذاکره هست. زنهای پیغمبرم خودش مایه دردسر پیغمبر، هر روزم خبر بدی از این نقطه به آن نقطه میرسد، چگونه منظم سخن میگوید؟ او سخن نمیگوید، خدا سخن میگوید، پیغمبر لسان خدا. نظم آیه را ببینید، الله خالق کل شیء، توحید در خالقیت، و هو علی کل شیء وکیل، توحید در تدبیر، مسئول هر چیزه. دلیلش له مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات الله. حالا آیات الله یا قرآنه یا این آیات تکوینی که ما را به توحید در تدبیر رهبری میکند. اولئک هم الخاسرون. آمد آخرین مرحله. آخرین مرحله کدومه؟ توحید در عبادت. قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون. ولقد اوحی بعد، پیغمبر را تهدید میکنه. عجب، پیغمبر که معصومه تهدید میکنه. این از قبیل ایاک اعنی و اسمع یا جاره. وقتی پیغمبر را تهدید میکنه، حساب دیگران پاک، و الا پیغمبر اکرم رسول خدا معصومه. این رقم سخن گفتن با پیغمبر میخواد من شما را بیدار کند. ولقد اوهی الیک، ای پیغمبر، و الالذین من قبلک، اوهی چه؟ لئن اشرکت، اگر غیر خدا را عبادت کنی، لیحبطن عملک، تمام اعمال شما باطل میشود، و تکونن من الخاسری. جایی که پیغمبر چنین شد، حساب من و شما پاکه. ممکنه من یه عملی انجام بدهم ولی بعدن ریا کنم، یا هنگام عمل ریا کنم، دیگه عمل من باطله. ولقد اوهی الیک بتو و الالذین من قبل، تمام انبیا برای یک مطلب آمده ان. اون کدومه؟ برای یک مطلب در سوره مبارکه نحل. اون کدومه؟ گسترش توحید. سوره نحل را مطالعه کنید. و ما من رسول نفرستادیم الا اینکه به مردم بگد خدا را عبادت کنید. ولقد اوهی الیک، ای پیامبر، و الالذین من قبلک، موسی و عیسی و ابراهیم و نوح و ادریس و آدم، یک کلمه، لئن اشرکت، موسی، عیسی، ابراهیم، آدم، ادریس، لئن اشرکت، لیحبطن عملک، اعمال قبلتون از بین میرود، ولتکونن من الخاسرین. پس چه کنیم؟ شاگرد میگه پس آقا چه کنیم؟ شما میگید که شرک نورزیم. پس چه کنیم؟ چه کنیم؟ بلالله فعبد، خدا را بپرست، و کن من الشاکرین. خدایا ما هم تو را میپرستیم، ما هم شاکریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.